خب در این بخش در خدمت هنرمند محبوب کشورمون جناب آقای شهروز ابراهیمی هستیم که لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن، به همراه مادر محترمشون تشریف آوردن. سلام. خیلی خوش آمدید. عید شما مبارک. سال نو بر شما و عوامل و مردم مبارک باشه. سلامت باشین. صفا آوردین. خیلی ممنون، لطف دارید. اون دوربین شماست آقای ابراهیمی. بله، من سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان داخل استودیو و همینطور مردم عزیزم. بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. سال نو رو بهتون تبریک میگم، سال 1401 رو، و مثل هر سال آرزو میکنیم که انشالله سالی بسیار پربار پیش رو داشته باشید و در انتظارتون باشه، همراه با سلامتی که بزرگترین نعمت هست، و انشالله در سال 1401 دیگه هم کاملا ریشه کن بشه و مردم کشورمون و مردم دنیا رو در سلامتی کامل ببینیم. انشالله امسال یه سال بدون کرونا رو سپری کنیم. حالا شروعش که یه ذره خوب بوده، حالا کم شد چون همه واکسینه شدن، به امید خدا دیگه تموم میشه امسال. آقای ابراهیمی، بهترین عیدی که گرفتین چی بوده از بچگی تا الان؟ عیدا که میدونین همیشه جذابه دیگه. بله. مثلا در دوران ما این سنت بسیار جذاب بودی که همه بچه ها لباسه نوشون رو میپوشیدن، میرفتن خونه بزرگترا و عیدی میگرفتن. اما به هر حال بهترین و عیدی که گرفتم چند سال پیش از دست پدرم بود که متاسفانه چندین سالی که از داشتنش محروم هستیم و روحشون شاد. ممنونم و همیشه یادش رو گرامی میکنیم و گرامی میداریم. من وقتی که اسم پدرم میاد احساساتی میشم، معذرت میخوام، اما همیشه حضورش رو احساس میکنم و اون عیدی همیشه تو ذهن و خاطر من هست. روحشون شاد باشه. مادر جون، شما چی بهشون عیدی دادید؟ من از نظر معنوی عیدی رو فکر میکنم و واقعا برام خیلی عزیزن. البته همه بچه ها برای مادر عزیزن، ولی ایشون خیلی و دو تا پسرای دیگه هم خیلی واقعا هوای منو دارن و به من لطف میکنن و خیلی هوامو دارن و من از نظر معنوی میتونم فقط محبتمو بهشون بکنم که اون عیدی بشه، خدا براشون آرزوی سلامتی بکنم، موفقیت بکنم، ولی مبلغی زیاد روش مهمترین چیز دعای مادر. اتفاقا اینو میخواستم ازشون بپرسم که دوست دارین مادرتون و حالا پدرتون وقتی در قید حیات بودن چه دعایی در حق شما بکنن؟ ببینید، بهترین دعا برای فرزندان از طرف پدر مادر عاقبت به خیریه به نظر من، چون همه چیز ممکنه که در دنیا ماندگار نباشه، اما عاقبت به خیر شدن و دعای خیر پدر مادر به نظر من میتونه همیشه ماندگار باشه و اصلا مسیر زندگی فرزند رو تغییر میده. به نظر من بهترین دعا همین میتونه باشه. آقای ابراهیمی، اگه یه مروری به گذشته داشته باشین، فکر میکنین توی خاطراتتون مخصوصا تو سال قبل به کجای زندگیتون برسین بغض میکنین، به کجای زندگی برسین لبخند به لبتون میاد؟ سوالات سختی میپرسی. بخوام در لحظه جواب بدم، به زندگی همیشه مجموعی از اتفاقات خوشایند و ناخوشایند دیگه، این برای همه وجود داره، ولی در میگم لحظات بسیار خوبی که همیشه در کنار خانوادم هستم برای من لذت بخشه و همراه با شادیه و همیشه نبود پدرم رو احساس میکنم و در اون لحظه واقعا بغض میکنم. خبر دارم که یه اتفاق بد براتون افتاد، فکر میکنم پارسال بود توی فضای مجازی. بله. میخواستم توضیح بدین، البته اگه دوست دارین توضیح بدین راجبش که چه اتفاقی افتاد براتون، یه ایجاد مزاحمت شد فکر میکنم. بله، این فضای مجازی هم این روزه داستان خودش رو داره دیگه. بله. هم خیلی خوبه، به هر حال یک تکنولوژیه که میتونه درست استفاده بشه، هم متاسفانه بعضی از کسانی که در این فضا هستن به درستی روش استفاده این فضای مجازی رو یا یاد نگرفتن یا نمیخوان یاد بگیرن، یا اینکه به هر حال یک شیطنتایی دارن که میخوان دیگران رو اذیت بکنن. اما بله، من یک مزاحمی داشتم که اتفاقا خیلی جالبه که حالا چون شما سوال کردین، از همینجا از عزیزانمون در پلیس فتا تشکر کنم، در دادسرا تشکر کنم که بسیار لطف داشت.
داشتن، نه تنها به من میدیدم مراجعه کننده هایی که اونجا حضور پیدا میکردن که چطور در واقع کارشون رو انجام میدن. متخصصینی که در پلیس فتا هستن به لطف این عزیزان این شخص پیدا شد. پس پیگیری کردیم. بله، پیدا شد. بله پیدا شد و مجازات شد، محکوم شد و به هر حال اون پرونده وجود داره. اگر بار دیگه این جرم رو مرتکب بشن مجازاتشون سنگین‌تره. اینجا واقعا میخوام از هموطنان عزیزم خواهش کنم که هم روش درست استفاده کردن از فضای مجازی رو آموزش ببینیم و یاد بگیریم، همین که اگر مزاحمی داشتین حتما پیگیری کنید، چون به هر حال یک جایی بعد اونها بفهمن که این امکان و این اجازه رو ندارن که بخوان مزاحم هر کسی بشن. واقعا تشکر میکنم از عزیزانی که این اتفاق رو ایجاد کردن. البته که من در زمان مناسب حتما رسانه‌ای خواهم کرد با نام شخص که همه اطرافیان و اقوام اون شخص هم بفهمن که به هر حال با چه شخصی روبرو هستن که اون دیگه این اجازه رو به خودش نتونه بده که مزاحم دیگران بشه. شنیدم که از آشنایان بودن. متاسفانه بله. خیلی متاسفم واقعا. ولی واقعا همینطوره، یعنی اگر ما پیگیری قضایی بکنیم، به شخصه برای خودم اتفاق افتاده، پیگیری که بکنیم به جایی میرسه و مجازات میشه، دستگیر میشه مجرم. ولی متاسفانه بعضی از ما فکر میکنیم که نه پیگیری فایده نداره و اصلا پیگیری قانونی نمی کنیم و میگیم نه بابا مجازات که نمیشن و ولش کن. ولی من فکر میکنم با پیگیری امثال شما این آدما باعث میشه که تکرار نشه این بله. جرمه. ببینید استفاده از فضای مجازی یک سوادی رو میخواد. کسانی که میان این فضا رو مسموم میکنن افراد بی سوادی هستن که استفاده درست از این امکانات که در اختیارشون قرار گرفته رو بلد نیستن یا نمیخوان یاد بگیرن. البته ما در جمعه میدونم که ایشون خیلی ناراحت بودن از این قضیه. حالا من همینجا خواهش میکنم که شما خویشتنداری بکنید. حتما. حالا اسم ایشون رو رسانه‌ای نکنید، انشالله که من فکر میکنم ادب شده باشن. حداقلش اینه که دیگه تکرار نمیکنه و حداقلش اینه که ما اگر الانم بازگو میکنیم دیگران نیان زود قضاوت کنن و زیر کامنت های دیگران زود قضاوت کنن و چیزهای ناجوری بنویسن. به لطف قانون این اتفاق افتاده. اگر واقعا باز تکرار بشه رسانه‌ای خواهد شد، یعنی این در واقع فرصت رو قانون حتی به من میده که من بتونم رسانه‌ای کنم. فکر کنم 100% براشون درس عبرت شده دیگه. 100%. شما نظرتون چیه مادر جان؟ من نظرم اینه که من باید خیلی خیلی معذرت خواهم بیکار باشم که بخوام یکی رو فوری قضاوت کنم و یه چیزایی رو زیر اون کامنت بنویسم و زیر اون کلیپ بنویسم یا عکس بنویسم که برای طرف ناراحت کننده باشه. من چرا باید طرف رو آزار بدم وقتی که نمیدونم واقعیت اصلا ماجرا چیه؟ ماجرا چیه؟ بله. حالا چون نمیخوایم بحثم طولانی بشه، شب عید نمیخوایم به هر حال مردم رو با این صحبت آزار بدیم، اما من مزاحم دیگری داشتم که اون رو هم پیدا کرد پلیس فتا و میگم یعنی این پیگیری کردنه تأثیر داره و همین که شما میفرمایید باید خویشتندارم بود و به قانون سپرد این افراد رو. من همجا یه تشکر کنم از پلیس فتا. بله. که واقعا همیشه پیگیر هستن. البته من خودم هم در خدمتشون بودم توی پروژه سیانت از خانواده که سوا این که حالا پیگیری جرم‌های سایبری و مجازی. بله. رو انجام میدن، خیلی آموزش خوبی بود برای بچه‌ها. بله. مخصوصا بچه‌ها که شما میدونین از الان وقتی نسل امروز ما آشنا بشه به استفاده از فضای مجازی، استفاده درست، خب دیگه در آینده انشالله ما این مشکلات رو نخواهیم داشت. چرا بازیگر برایشون مهمه که تو سریال های نوروزی بازی کنن؟ ببینید نه تنها سریال های نوروزی، سریال های مناسبتی، سریال های ماه مبارک رمضان. این باعث میشه که به هر حال سریال هایی که در این زمان و در مناسبت ها پخش میشه خب بیننده بیشتری داره، زمان مناسب تره، خیلی ها پای تلویزیون این فرصت رو دارن بشینن. قطعا هر کدوم از ماها که کار میکنیم دوست داریم مخاطب بیشتری داشته باشیم. شما خودتون سینما رو ترجیح میدین یا تلویزیون ها؟ اصلا با این واژه های نمیدونم طرف بازیگر سینمایی یا بازیگر تلویزیونی موافق هستین یا نیست؟ نظر شخصیم رو اگر بخوام بگم شاید در گذشته این وجود داشت، الان نه. الان در واقع هم سریال های تلویزیونی، هم سریال های نمایش خانگی، هم فیلم های سینمایی بازیگرانی هستن که بازیگران تئاتر در سینما فعالیت میکنن، در تلویزیون هم هستن. بله. یعنی مهم کار خوب انجام دادنه. دقیقا. من سال گذشته
دو تا سریال داشتم، یکی بوم و بانو کار آقای سعید سلطانی، دیگری خانه ام کار آقای احمد معظمی، که حالا من ایران نبودم و از جای دیگری سریال رو دنبال میکردم، اما انقدر تماس داشتم از ایران و حتی توی اون شهری که زندگی میکردم انقدر ایرانی ها در واقع میدیدم که سریال رو دارن دنبال میکنن و مخاطب داره. خب چه چیزی برای بازیگر مهمه؟ همین مخاطب داشتن دیگه، که لذت بخش میکنه کار رو و خستگی آدم رو به در میکنه. ایرانی جماعت هر جا باشه هموطنش رو واقعا میبینین حمایت میکنه، یعنی اون عرقی که دارن هر جا که هستن، هر جای این دنیا هموطناشون رو حمایت میکنن. واقعا اونجا دیدم، بله اونجا واقعا دیدم به هموطنان عزیزم در هر کجای دنیا که اصلا برنامه رو میبینن هم سال نو رو تبریک میگم. اونجا واقعا دیدم ایرانی هایی که چقدر سریال ها رو دنبال میکردن و دوستانی که داشتیم اتفاقا قرار میذاشیم و دور هم میشستیم یک فیلم یا یک سریال رو میدیدیم و این خیلی جذابه. اونها هم دلشون خوشه به همین برنامه‌ای که از اینجا داره براشون ساخته میشه و ارسال میشه براشون، میتونن دیگه به راحتی نگاه کنن. سختی زندگی توی غربت رو براشون راحت میکنه فکر کنم. دقیقاً. قبول دارین که بازیگر توی تلویزیون بیشتر دیده میشه؟ ببینید خب مخاطب وسیع‌تری داره، سینما مخاطب خاص داره، این یه واقعیت دیگه و بعضی از سریال هایی که شما میبینید یک دفعه پر مخاطب میشه، حالا با وجود شبکه هایی که ما داریم، مثلا خیلی ممکنه که سریال منو از فلان شبکه که داره پخش میشه نبینن، تکرارش از آی فیلم نگاه میکنن. بله. اخیرا سریال کلاه پهلوی از من پخش میشد، من هر جا میرفتم میگفتن سریال داره پخش میشه، در صورتی که این سریال مال سالها قبله. خودتون خبر نداشتین؟ خودم خبر نداشتم و میگفتن که داره پخش میشه. اینه که این شبکه‌ها که تکرار میکنن خیلی موثره، که برای مخاطب اگر مثلا شبکه 3 که پخش شده نتونسته ببینه، زمانش تنظیم نشده، حالا از شبکه‌های دیگه میتونه تکرارش رو ببینه. مادر جون شما کم حرفین، از شما سوال نکردم. پسر بزرگتون هستن؟ بله. خب یه ذره بیشتر دوستشون دارین یا نه فرقی نداره؟ من نه یه جور دوست دارم، ولی ایشون یه محبت خاصی داره، اون دوتا یه کمک خاصی بر من دارن، محبت رو دارن و بروز نمیدن، ایشون زیاد بروز میده. یعنی این که میگن پنج انگشت مثل همه بچه هم همینطورن، همینطور هست براتون؟ واقعا برام ستاشون خیلی عزیزم و اون دوتا در نبود ایشون، یعنی جور ایشون هم میکشیدن و کمک حال من بودن. آره دقیقا. ولی ایشون از نظر زبونی خیلی دیگه. چند تا خواهر برادر این آقای ابراهیمی؟ ما سه تا پسر هستیم، سه تا برادر هستیم. فقط فقط سه تا برادر؟ بله فقط سه تا برادر هستیم و دو تا برادر من دو قلو هستن، شهاب و شهنام. اونا دیگه خیلی با هم رفیقن. اونا چون برادر دو قلو هستن خیلی با هم رفیق هستن. یکیشون خیلی هوای اون یکی داره. خب یه جوری ایشون برادر بزرگن، احترام ایشون رو داره. یکیشون هم الان همراه ما هست. دو قلو الان یکیشون همراه ما، ولی اون یکی خیلی هوای هممون رو داره، نمیدونم چرا. کوچیک‌تره؟ کوچیک‌تره بله. 5 دقیقه. نه بزرگتره، شهاب بزرگتر از شهنامه. جدی؟ خب من اشتباه کردم. دیگه آره دیگه مادر درست میگن دیگه. یه نکته‌ای که من در مورد پدرم میخوام بگم اینه که همیشه من یک تعریفی دارم. پدر من یک مرد میانسال بود اما با روحیه کودکانه. به به. واقعا با یک روحیه کاملا کودکانه، انگار که روحیهش همراه نشده بود با شرایط سخت روزگار. همه رو بسیار عالی میدید، به همه اعتماد میکرد، از نگاه ما شاید ایراد بود ولی اون مدلی راحت بود، لطمه هم میدید، بسیار لطمه میدید، چون به هر حال دیگران مدل دیگری باش رفتار میکردن. اینقدر آدم شریفی بود و بسیار ساده و بی آلایش که یعنی خود واقعیش بود، هیچ ادایی نداشت، بسیار معصوم بود و متاسفانه به خاطر همین نگاهش و به خاطر همین رفتارش هم خیلی ها ازش سوء استفاده میکردن و آزار میدید، اما بازم روش خودش رو ادامه میداد. خب مثلا خیلی وقتا برای من درد دل میکرد از مسائل مختلف. من فکر میکنم آقای ابراهیمی میونه کلامتون این روش هیچ وقت شکست نمیخوره، نمیخوره. اتفاقا چون خودشون آرامش دارن. حالا بعضیا به قول شما سوء استفاده بکنن، ولی اون آرامشی که دقیقا. زندگی آدم داره و این که من فکر میکنم که یک جایی آدم نتیجه
نتیجه خوبی هاش رو میگیره. 100%، دقیقا درست فرمودید. شاید افراد فکر کنن اون شخصی که سوء استفاده میکنه فکر میکنه که برنده شده، اما در ظاهر اون اتفاق افتاده. موضوع دیگه هم تو فضای مجازی داشتین که خیلی دیده شد، یه ویدیویی از خودتون گذاشتین که قاشق چسبیده بود به بدنتون، واقعا این اتفاق افتاده بود؟ واقعا این اتفاق افتاده بود، ولی برای اصلا فکر اصلا نمیخواستم اینطور وایرال بشه و قصدم این نبود. یعنی یک ویدیویی بود که برای پیج شخصیم گرفتم. من خیلی تو اینستاگرام آنچنان فعال نیستم، همه هم به من اعتراض میکنن که چرا خیلی فعال نیستم. من خب اصلا ایران واکسن نزدم، کانادا واکسن زدم و اونجا اتفاقی یه ویدیویی رو داشتیم میدیدیم با خانومم، بعد یه دفعه گفتش که یه آقایی داره میگه قاشق میچسبه به بدنش. باور نکردم، گفتم اصلا امکان نداره. راست یه قاشق آوردن گفتم اصلا آره این کار انجام دادم، دیدم که واقعا میچسبه. همینطوری برای پیج خودم شخصی گرفتم و اصلا نه تایید کردم واکسن رو نه رد کردم، گفتم که من واکسن زدم و این اتفاق افتاده. دیگه وایرال شده بود و یه دالا اومدن مخالفت کردن و منم توضیح دادم که تنها راه نجات بشر الان در حال حاضر زدن واکسنه. یادم اون موقع شما اشاره هم کردین که این واکسنی که من زدم اصلا واکسن دیگه‌ای بوده، خارج از ایران بوده. بله. بعد خب یه سری از دوستان ویدیو رو تا آخر ندیده بودن، بعد می اومدن برای همدیگه با همدیگه بحث می‌کردن که چرا ایشون چون بازیگر بوده زودتر واکسن زده، چرا اصلا نوبتش نشده واکسن زده. حالا من بعد می اومدم توضیح می‌دادم که من اصلا اینجا واکسن نزدم، ولی اون هم برای خودش یک داستانی داشت و گذشت دیگه. بله دیگه میگذره، ولی جالب بود. شروع سال 1401 هستیم. یه دعای خصوصی برای خودتون و یه دعای عمومی برای همه مردم ایران بکنید. دعای خصوصی. آرزو میکنم که در سال جدید خانواده‌ام همیشه سلامت باشن، سایه مادرم همیشه بالا سرمون باشه، دستبوسش هستم همیشه و مدیون محبتش هستم. میدونه که عاشقانه دوستش دارم و به نظر من بزرگترین نعمت خداوند سلامتیه که انشالله این سلامتی همیشه باشه و بتونم سریالای و فیلم‌های خیلی خوب کار کنم و اینطوری ارتباطم با مردم همیشه حفظ بشه. زمانی که میشینم کارهامو میبینم و میبینم که مردم استقبال کردن، یعنی بزرگترین لذت هست برای من. و همینطور که آرزو میکنم در سال جدید که از همینجا باز تبریک میگم به همسر عزیزم که در راه دور سال نوت مبارک باشه، و آرزو میکنم که توی چند ماه آینده حتما بیای ایران و چندین ماه رو در ایران باشی و در کنار هم باشیم که دلم خیلی برات تنگ شد انشاءالله. و اما آرزوی عمومی برای ملت عزیزم، مردم عزیزم که عاشقانه دوستشون دارم، آرزو میکنم که همیشه سلامت باشین، سالی بدون آغاز بکنید و این در واقع ویروس در سال 1401 نابود بشه در همه جای دنیا برای همه مردمان کره زمین، و اینکه به هر حال مشکلاتی که وجود داره از بین بره، مردمم بتونن به آرامش بیشتری برسن، با آرامش بیشتری زندگی کنن، به دور از مسائل و مشکلات اقتصادی و شرایط بهتری برای زندگیشون فراهم بشه انشالله. صحبت پایانی خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم، کلی لذت بردم امروز در کنار شما. به همچنین از عوامل این برنامه که بسیار دوست داشتنی هستن تشکر میکنم، از تهیه کننده خوب این برنامه جناب آقای محسنی تشکر میکنم که از دوستان بسیار عزیز من هستن و همیشه به من لطف داشتن. سلامت و جزء انسانهای شریف و کار درست هستن که با اینکه مدت زمان طولانی نیست که من افتخار آشنایی با ایشون رو دارم، ولی عمق دوستیمون بسیار زیاد شده و مانند یک برادر در واقع همیشه به من لطف داشتن. ممنونم از دعوت شما و اجرای بسیار خوب شما. سلامت بسیار لذت بردیم در کنارتون.